تو جوان بیاد. آره. باشه. واقعا ما اینجا سرینا رو میگیریم چون هیچ منطقه ای نداریم که ببینیم نقی از کنارش رد میشه و اینا صدا میاد. این اتاق خوابه پنجره نداره؟ گفتم اونجا. نه. از اونجا گروه چینی رو دیگه نیدیم. درست. هیچ کس از گروه کارگردانی نیست. کجا را یعنی چی؟ آقای نجف زاده اونم که موبایل. حالا فهمیدید چرا پیر شدم من؟ منم پشترشو میام. بفرمایید سر صحنه آقا بریم. بریم یه تمرین بکنیم. مسلمانان غریبی مفلسم شهریار نارنجی جونم گل جام نارنجی جونم فرا بودم که نقر خالصم شهریار نارنجی جونم گل جام نارنجی جونم آی یار نارنجی جونم گل جام نارنجی آی یار نارنجی افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات تری و ترویج آن بند 24 سطحوی کلیه اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری ارتقاء سطح کیفی خدمات و تولیدات ملی علاوه بر ترغیب و تشویق مصرف کنندگان به خرید کالاهای تولید داخل با توسعه صادرات رونق کسب و کار شما تلاشگران اصلی صنعت کشاورزی و خدمات شکوفایی اقتصادی کشور را در پی دارد. استاندارد راهگشای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی. سازمان ملی استاندارد ایران حامی تولید کنندگان و حافظ منافع مصرف کنندگان. این جانب رسول پدایی هستم. ضمن تبریک سال نو خدمت رهبر عزیزم و کلیه ملت عزیزم و خانواده شهدای محترم با عرض سلام و سلامت باشی خدمت رهبرم و رئیس جمهور عزیزمون، امیدوارم سال خوبی رو داشته باشید و برای هموطنان خوبم آرزو کنید که همه در تندرستی و سلامتی و عاقبت به خیری باشن. یا مقلب القلوب والابصار، یا محول الاحوال والاحوال، یا مدبر الليل والنهار، حول حالنا الى احسن الحال. سال جدید و بر همیهانان عزیز تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. راهب عادلی از استان اردبیل تماس گرفتم. خدا حافظ. می‌خواستم عرض کنم سازمان میراث فرهنگی و شهرداری کاشان تبلیغات زیادی برای جذب گردشگر به این شهرستان کردن، اما جاده ورودی کاشان از پلیس راه طاهرآباد تا مدخل شهر به طول 25 کیلومتر تماما دارای گوشه‌ای در جاده است. با تشکر طاهری هستم از کاشان. سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز شبکه خبر، تبریک میگم. خیلی ممنون. امادی هستم از قم. خیلی نوروز نزده شما تبریک میگویم. ابتدا سال 1393 رو خدمت همه هموطنان عزیزم تبریک عرض میکنم. انشالله که سال خوبی همه در پیش داشته باشن. خواستم سال نو رو به خدمت همه ملت ایران تبریک کنم. با تشکر مهدوی هستم از فرسکی برامی. من به سهم خودم این سال نو رو خدمت همه هموطنان عزیز تبریک عرض میکنم. انشالله که همگان سالی خوب و خوش داشته باشید. بس سلام. عیدتون مبارک. از تهران تماس میگیرم. سال خوبی داشته باشین. برنامه بسیار وزینی دارید. از تهران.
ضمناً به تبریک سال نو به همه ملت عزیز ایران و دستان در کاران شبکه خبر و تشکر از احواز که هر روزه پخش میشه. عباس داده هستم از چهار مال وقت گریم. عید شما مبارک، خسته نباشید. رضاپور از استان خراسان رضوی شهرستان رگر روستای جغال راضی به این سربازهایی که به خدمت سربازی میرن، اینا رو خواهشن اگر میشه این خانواده‌هاش کم درآمدن، اگر میشه اینا رو بندازین در جاهای نزدیک همان شهرستان خودشون، خیلی خوبه. خیلی ممنون، متشکرم. من محمد هستم از تهران، مزاحمت میشم. خریدی از داروخونه داشتم. داروخونه برچسب قیمت 3500 تومان بوده. به مبلغ 6500 تومان فروختن و داروی 750 تومانی را هر دونه 1500 تومان از من گرفت. وقتی هم معترضشین جواب سربالا بادم میدم. امیدوارم وزارت بهداشت بتونه در رابطه با این داروخونه کاری برای مردم کرده باشه. با تشکر، محمد هستم با شماره 0912-336-70. ممنون، خدا نگهدارتون. شفیق هستم از استان فاس. شما تماس هم 0912-918-9. ضمن تبریک نو به همه ملت ایران و دست اندرکاران شبکه خبر. رسول نژاد هستم با شماره تلفن 0935-53-53. شما در رابطه با این سامانالت ها بگم اینا رو اعلام بخونم. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و دست اندرکاران این برنامه خوب. از طرف جوانان شهرستان چکاو استان آذربایجان غربی مزاحم میشم. خواهش میکنم صدای ما رو به گوش اولین برسونید. چرا شهرستان چکاو با اینکه این همه پتانسیل کار داره، اما جوانانش اکثرا به مهاجرت پرداختن؟ با تشکر از برنامه خوب شما. با عرض سلام و تبریک سال نو خدمت رهبر عزیز و معظم انقلاب، مردم شریف ایران عزیز و شما زحمتکشان شبکه خبر. خواستم عرض کنم که چرا هیچ وقت هیچ خبرنگاری پیدا نمیشه که بره تو جایگاه از کارکنان اونجا بپرسه که چرا به شما حقوق نمیدن و درآمد شما از کجاست؟ با تشکر از برنامه‌تون خواهش میکنم پیگیری کنید. شبکه خبری یورونیوز در گزارشی در خصوص برگزاری تظاهرات ضد دولتی در مجارستان گفت در مجارستان تظاهراتی ضد سیاست‌های دولت توسط حزب‌های مخالف دولت و طرفداران این حزب‌ها به راه افتاده است. این در حالی است که در هفته آینده انتخابات عمومی در این کشور برگزار خواهد شد. یکی از سران گروه‌های مخالف دولت گفت رئیس جمهور این کشور خواهان ادامه این روند نابسامان و همچنین روی کار آمدن حزب‌های موافقش است، ولی ما نمی‌گذاریم این هدف تحقق یابد. ما خواهان دموکراسی و آزادی در این کشوریم. مردم مجارستان از مشکلات اقتصادی، مسائل سیاسی و بیکاری در این کشور ناراضی‌اند و خواهان تغییر این وضعیتند. مهیدر کارشناس سیاسی در خصوص اوضاع سوریه و سخنان سید حسن نصرالله در این مورد گفت آنچه مسلم است، اوضاع میدانی در سوریه به نفع ارتش سوریه تغییر کرده است و میتوان ادعا کرد که به پایان کار گروه‌های تروریستی نزدیک شده ایم. سید حسن نصرالله در سخنرانی اخیر خود مسائل بیشتری را در این مورد اظهار داشت. اما نکته مهم این بود که حزب الله با وجود اینکه در سوریه به پیروزی دست یافته و میتواند به رقبای داخلی خود در این خصوص فخر فروشی کند، اما همچنان نگاهش به احزاب لبنانی و رقبا دوستانه است و دست همکاری و مشارکت با آنها دراز کرده است. خالد عبود عضو پارلمان سوریه خصوص گفت شاید ارتش سوریه طی روزهای اخیر موفقیت‌های خوبی به دست آورده باشد، اما پیروزی اصلی در شهر قصیر روی داد که در پی آن پیروزی در یبرود شکل گرفت. با این پیروزی‌ها ارتش سوریه نه تنها توانست مرز با لبنان را به کنترل درآورد، بلکه مسئله مهمتر شکست دشمنان در توطئه بزرگشان علیه سوریه بود. در شرایط کنونی پایه‌های دولت سوریه و حتی لبنان مستحکم‌تر شد و ما وارد مرحله جدیدی شده‌ایم. در شرایط کنونی معارضان مسلح در وضعیت بدی قرار گرفتند. آنها نمی‌توانند با یکدیگر هماهنگ شوند و علیه ارتش
عمل کنند، چرا که دیدگاه کشورهای حامی آنها متفاوت است. این گروه ها از لحاظ سیاسی پراکنده اند که همین مسئله راه را برای پیروزی های بعدی هموارتر می کند. کریم برد نویسنده و تحلیلگر سیاسی در گفتگو با شبکه پرستیبی در خصوص هواپیمای مفقود شده مالزی گفت این بسیار عجیب است، کنون هیچ اثری از این هواپیما پیدا نشده است. این گونه می توان گفت که محو شدن این هواپیما از صفحه رادار غیر ممکن است، چون در تمام این ناحیه رادارهای مختلفی از جمله رادارهای سازمان CIA و سازمانهای استرالیایی فعال است و اینکه این هواپیما ناگهان از صفحه رادار محو شود کاملا ساختگی به نظر می آید. یکی از نکات شک برانگیز بر اساس اطلاعات منتشر شده این است که این هواپیما مسیر خود را به طور کلی از مسیری تغییر داده است. این مسئله عجیب است که چرا هیچ گونه مکالمه ای توسط هواپیما مخابره نشده است. حال باید پرسید که اگر شرایط بحرانی وجود داشته است و یا این هواپیما دچار نقص شده باشد، چرا هیچ پیامی از آن مخابره نشده است؟ مسئله دیگر این است که با وجود گذشت چندین روز و با وجود انواع و اقسام رادارهای نظامی قدرتمند در این منطقه، چرا هنوز هیچ اثری یا ردی از این هواپیما یافت نشده است؟ به نظر من در این بین مسئله است که سیاستمداران مایل به افشای آن نیستند. روزنامه ژاپن تایمز چاپ توکیو: روسیه و آمریکا در مذاکره ای که در پاریس انجام دادند به این نتیجه رسیدند که مسئله اوکراین را باید از راه دیپلماتیک حل و فصل کرد، ولی هنوز این دو کشور به راه حل جامعی برای حل این بحران نرسیدند. روزنامه عرافه در بغداد: داعش یکی از فرماندهان برجسته ایرانه ابو عبدالرحمن الکویتی را در فلوجه دفن کرد. الکویتی از افرادی بود که در اکثر درگیری‌های مسلحانه در نقاط مختلف حضور داشت. روزنامه واشنگتن تایمز چاپ آمریکا: دولت آمریکا در خصوص مسائل سیاسی در اوکراین با شکست روبرو شده است. جمهوری‌خواهان عنوان کرده‌اند که آمریکا برای فشار آوردن به روسیه باید تعداد سپرهای موشکی شرق اروپا را افزایش دهد. روزنامه البنا چاپ بیروت: گروه‌های معارض سوریه از اینکه در میدان جنگ دچار شکست‌های پی در پی شده‌اند و این مسئله بر حمایت‌های خارجی از آنها تأثیر منفی گذاشته، سرخورده و مایوس شده‌اند. آنها همین مسئله را عامل به دست نیاوردن کرسی سوریه در اتحادیه عرب می‌دانند و در مورد آینده خود نگرانند. روزنامه المنار چاپ قدس: به گفته منابع آگاه، آمریکا از اینکه متحدانش در جهان به ویژه در خاورمیانه دچار تفرقه و اختلاف شده اند نگران است. یکی از این اختلافات نگران کننده میان ریاض و دوحه است که به سبب بحران سوریه به وجود آمده و امیدها برای سرنگونی نظام سوریه به یأس تبدیل کرده است. سایت خبری آنتیبار در مقاله‌ای در خصوص ادعای روسیه مبنی بر اینکه هیچگاه اوکراین به صورت یک پارچه در نخواهد آمد نوشت: مسئله‌ای که واضح و روشن است این است که از زمان استقلال برخی کشورها از جمله اوکراین از اتحاد جماهیر شوروی، همیشه دو دستگی در بین مردم برخی این کشورها وجود داشته است. اوکراین از جمله این کشورها بوده است. اگر بررسی خواهید یافت که مردم اوکراین از نظر دیدگاه سیاسی به دو دسته کاملا متفاوت تقسیم شده اند. یک دسته افرادی که اغلب در غرب اوکراین ساکن بوده و طرفدار پیوستن کشورشان به اتحادیه اروپا بوده اند و گروهی دیگر افراد ساکن شرق این کشور هستند و طرفدار روسیه و خواهان پیوستن به این کشورند. از این رو سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه عنوان کرده که به خاطر وجود این نوع دو دستگی بین مردم اوکراین، این کشور هیچ وقت شاهد اتحاد بین همه مردم این کشور نخواهد بود و همین باعث می شود که اوکراین با مشکلات زیادی روبرو شود. وی همچنین گفت که این مشکل ناشی از اعمال سیاست‌های غلط
طی سالهای اخیر در این کشور بوده است. سایت کانتر پانچ در مقاله با عنوان از لیبی تا اوکراین آورده است، طی یک دهه گذشته دستگاه دیپلماسی آمریکا با دخالت در امور داخلی کشورهای مختلف حکومت قانونی آنها را سرنگون بوده است که نمونه بارز آن طی چند ماه اخیر در اوکراین و حمایت گسترده وزارت خارجه آمریکا از معارضان این کشور دیده شد. می توان